و فراموش نشدنی. بسیار عالی. خانم نوابی شما چطور؟ خاطره‌ای داری؟ من... شما هم همینجور پروف میکنین لباسا رو؟ اینا تو جای خود خرید لباس و ذوق و شوق لباسای نو و ایدی گرفتن و این. ولی من خاطره‌ای که دارم خیلی هم اینه، هنوز هم همینجوریم، اینکه دو سه روز مونده به عید همش میشم حساب کتاب میکنم که چقدر قرار عیدی بگیرم و قرار با پولاش چقدر. هنوز هم این کارو میکنین یعنی؟ چون کلا آدم پول دوستی هستن کلا. نه ولی حساب عیدی چطور میکنم؟ با پولام باید چکار کنم؟ هممون همینجور بودیم، منم همینجور بودم. شما که البته بچه که گرت نمیاد احتمالاً، خیلی گذشته. شما بچه دیگه یادم نمیاد، میشه یادم نمیاد. البته من خدمتتون عرض بکنم که برنامه ریزی میکردم، اما اون چیزی که دلم میخواست رو نمیتونستم بگیرم. ولی به هر جهت عیدی دادن یه رسم بسیار خوبه و طبیعتاً همه هموطنان اون اینو میدونن که به خصوص در ایام نوروز بچه ها کلی لذت میبرن. اینکه بزرگترشون رو میبینن اصلا یه انگیزه میشه برای اینکه برن حتی دوستان بزرگتر پدر رو ببینن بتونن عیدی بگیرن. ولی به هر جهت امیدوارم که همه عزیزانی که عیدیشون رو میگیرن مثل سگا خانم طباطبایی بتونن برنامه‌ریزی کنن و از عیدیشون به نحو مطلوب استفاده کنن. الان بزرگترمون اینجا این عیدی هم میدید به همه؟ بله بزرگترمون هست. بله بله من اصلا که هنوز عید نشد. آره شما بعد از یک تشریف بده قدم تو چشم داد. اما قبل از این من سمنو رو سعی کنم. من سمنو که ان شاءالله که بره شما بینندگان عزیز نخواد، ولی به هر حال جاتون خالی یه سمنو بسیار بسیار مرغوب و آماده کردیم که حالا در واسطه برنامه به عنوان پذیرایی خدمت تقدیم. این نمونه این سمنو هم اگه یه ذره بگی پایین‌تر حالا اینجوری برای دست در سمنو رو غلیظ و خوشمزه و خوشبو. آخه خاص حال نام داریم جانم. من فکر میکنم که عزیزان بیننده با فعالیت های هنری بله دو هنرمند بزرگوار ما آشنا هستن و اطلاع دارن. شاید خیلی نخواهیم وارد این مقوله بشیم، ولی اجمالا اگر باز هم توضیحاتی بدم من فعلا یاد گلهای جمشه میفتم، سکه خانم طباطبایی رو میفتم و کار آخری که شما انجام این فکر تو محرم پخش شد اسمشو آخرین دعوت. آخرین دعوت بله مطمئن یه کار مشترک با هم دیگه انجام داده بودیم، کار مسافری از هند. خب طبیعتا با حضور شما خاطره اون سریال قشنگی که تو اون دوره که پخش شد خیلی بیننده داشت برای همه زنده میشه. چند سال هم دیگر نایدیم؟ الان دیگه چند روزه ما هم دیگر رو نایدیم؟ ما الان دوستای چند ساله جدیم؟ نه شاید نظر حرفه‌ای میفرمیم. نه نه همیشه بگم خب خیلی هستم مثلا من شما رو پاک خود من این گربه خوشی بود، نگران نباشید. نه 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 شما نگران نباشید. بله این در حقیقت افکت بود، آفیش نیست بیاد داخل، نگران نباشید. این خافل گیر کنه خبر مافتی فنی برای چشم برای شما برای من شما هنگام برای من بوده نه برحال این ما اینجا قورباغه داریم خانوم. ببینید ما از حیات طبیعی و حیات پشتیمون هنوز نتونستیم خونه به پوری کنیم. خب خواستم اینو بگم که من پارسال آقای روشن پجی رو دیدم دیگه دقیقا سال سال تحویل پارسال آقای کریمی یه برنامه داشتیم دیگه از پارسالشون زیارت نکردم. خیلی خوبه شما سال به سالشون میبینیم عیدتون رو میگیریم دیگه چون ضرر نکردیم هر که ما رو دیده رفته دو سال بعد اومده حالا با جلسان با سمنی سرتر شما هم بیارم. حالا شما دوستای خوبی هستیم برام تعریف بکنیم چه وقت چه وقت هم دیگر می روابطتون چجوریه؟ چند تا کار مشترک وجود مسافر هستن با هم دیگه کردیم؟ کار مشترک پر مسافری از هند بود، ولی پارسال عید و ما با هم سفر رفتیم در کنار هم بودیم و امیدوارم امسال عید هم همین اتفاق بیفته. خیلی خوبه. شما برنامه برای عیدتون الان دارید قطعی شده یا نه هنوز؟ برنامه که هنوز نه، ولی نمیدونم فکر کنم که با هم باشیم به مسافرات بریم. عالی بله هم سفر خوب سفر خیلی خوبه، مخصوصا آدم با دوستان صمیمی سفر بره چون این سفر خیلی اتفاقات خوبی میفته که شاید زندگی روزمره نیفته. باز من اصولا چون حالا با این اتفاق شب عید و عید اینا خیلی رابطه خوبی داره، اگه نمیخوایم چیزی ببینیم یه سوال دیگه عیدی بپرسم. بفرمایید چون راحت باشید. چه جوری سبزی پلو ماهی درست میکنن خانم حمیدی؟ مگه برمه خانه مهربا باشم ما این ما برمه خانه ماهی خیلی راحت شما بلی راحت خب چه ماهی؟ چه نوع ماهی؟ ماهی سبور جنوب باشه. خب من معمولا خودم سبزی پلو رو که خب سعی میکنم همیشه سبزیش رو تازه بگیرم، بعد سیرش هم فراوون باشه. بعد فردا هم پس مهمان بعد برنجش هم همیشه دوست دارم کته درست کنم، آبکش نکنم.
بعد که قشنگ سبزی و اینا بره تو خورد برنج. خیلی کدوانه. خب ماهی هم که خب معمولا من خودم قزلالا خیلی دوست دارم، همیشه سعی میکنم که همون جوری سرخش کنم، ولی ماهی جنوبو فکر میکنم اگر یه ذره پودرس دم دهنده بشه قزلالا رو اگه با کره و اینا آمدن درست کنه خیلی خوشحال. شما چه ماهی از جنوبو بردی برام قربان؟ من ماهی حبور. حبور؟ حبور. حبور. بله من اسمم حبور. نه نه ماهی حبور رو بردم، اما به هر حال خانم‌ها بهتر میدونن دیگه، معمولا شب سال رشته پلو هم آره خواستم میگم که سر رشته کار داشتم. حالا این برنامه کلا مباحثش بیشتر خانوادگی بوده، ولی نه دیگه اینقدر.